در همین چند روزی که نشست های انتخاباتی یکی پس از دیگری برگزار شده جواد ظریف که برای سخنانه رفته بود گرگان از کوره در رفت و علیه نامزدهای جناه مقابل حرفهایی زد که دودمان رژیم را به باد داد از اون طرف محمد باقر قالیبافم هم حسن روحانی رو بابت توافق برجام ملامت کرد طی مناظره های مستقیم زاکانی هم به پزشکیان حمله کرد و پر محمدی هم به زاکانی و همه علیه همدیگه افشاگری هایی کردند که دودمان رژیم جمهوری اسلامی رو به باد داده کمتر از یک هفته مانده به انتخابات ریاست جمهوری در ایران نتایج نظرسنجی گروه مطالعات افکارسنجی ایرانیان نشان میدهد که بیش از 65 درصد از مردم ایران در این انتخابات شرکت نخواهند کرد. این موسسه مستقر در هلند نتایج نظرسنجی خود درباره انتخابات پیش رو در ایران رو که قرار جمعه 8 تیر برگزار بشه منتشر کرد. بر اساس این نظرسنجی فقط حدود 22 درصد شرکت کنندگان اعلام کردند که در انتخابات شرکت میکنند و رأی میدن. در مقابل بیش از 65 درصد اعلام کردند که انتخابات رأی نمیدن و 12 درصد گفتن هنوز تصمیمی در این موضوع نگرفتند. بیش از 77 هزار نفر از داخل ایران در این نظرسنجی شرکت کردند. و به نوشته این مؤسسه این نظرسنجی دیدگاه افراد با سواد بالای 19 سال ساکن ایران رو که برابر با 90 درصد در جمعیت بزرگسال این کشور است بازتاب می دهد. در بهمن سال گذشته نتایج نظرسنجی مؤسسه درباره انتخابات مجلس نشان میداد بیش از سه چهارم مردم ایران قصد شرکت در این انتخابات را نداشتند و حدود 75 درصد خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی شده بودند. پس از برگزاری انتخابات حکومت اعلام کرد که حدود 41 درصد شرکت کردند که این رقم از سوی نهادها و رسانه های مستقل قابل تایید نبود با این حال این رقم پایین رقم رسمی میزان مشارکت در انتخابات در دوران جمهوری اسلامی را نشان میدهد. دهد. ما گمان از پاسخ دهندگان نظرسنجی پرسیده که اگر در انتخابات رأی نمی دلیل اصلیشان برای این تصمیم چیست بیش از 67 درصد ده پاسخ دهندگان گزینه مخالفت با کلیت جمهوری اسلامی را انتخاب کردند و بیش از 18 درصد هم به کم اختیار بودن مقام ریاست جمهوری معتقدند. رد صلاحیت شدن کاندیدای مورد نظر مردم در انتخابات از دیگر دلایل تحریم انتخابات است. نکته مهم دیگر این نظرسنجی بی اطلاعی بخشی از مردم از زمان برگزاری انتخابات است به طوری که 34 درصد در مردم هنوز نمی‌دانند که اساساً انتخابات در چه زمانی برگزار می‌شود. در جریان انتخابات مجلس نیز نظرسنجی گمان نشان میدهد 38 درصد جامعه ایران از زمان برگزاری انتخابات مجلس در ماه اسفند اطلاعی نداشتند مؤسسه گمان از پاسخ دهندگان در بوری گمان زنی های مختلف در مورد سقوط بالگرد رئیسی پرسیده که بیش از نیمی از پاسخ دهندگان گفتند که این حادثه به جنگ قدرت درون حکومت مربوط است در روزهای اخیر بسیار از چهره سیاسی و مدنی و فعالان زن و همچنین تشکل های مدنی خواستار تحریم انتخابات شدند. ده تشکل دانشجویی، دو تشکل دانش آموزی و گروهی از دانشجویان و فعالان مدنی سنفی و سیاسی در بیانیه مشترک خواستار تحریم انتخابات ریاست جمهوری شدند. ده ها شهروند نیز در پیامهایی به خبرگزاری گفتند در انتخابات شرکت نمی کنند. صدق و اسمقی نویسنده و اسلام خواستار تحریم انتخابات پیشرو در جمهوری اسلامی شد و اعلام کرد که شرکت در انتخابات یعنی آب به آسیا به حکومت ریختن. گلوخ ایرایی زندانی سیاسی در نامه زندان ایوین و با استفاده از هشتک رعی بی رعی اصلاح طلبان را برای تشویق مردم به شرکت در انتخابات شماتت کرد و انجوی کرد رو خیانت نامید. محبوب رضایی زندانی سیاسی هم در نامه گفت که اگر در حکومت های دیکتاتوری انتخابات تاثیرگذار گذار بود قطعا حق انتخاب به مردم داده نمیشد ابوالفضل قدیانی زندانی سیاسی پیشین و فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی با انتشار تحلیلی در سایت ها با اشاره به اینکه ادعای بهبود تدریجی امور بدون تغییر نظام حاکم ادعایی رسواست گفته تحریم این انتخابات کنشی مدنی و موثر است و بسترساز کنشگری های آینده است احمد رضا هایری زندانی سیاسی در نامه از زندان قزل حصار کرج از کسانی که به گفته ای او امروز پرچم شعار فریبنده برای ایران را دوباره در دست گرفتند خاص با مشارکت در انتصاب رئیس دولت جدید جمهوری اسلامی به قاسبان و آزادی و حق تعیین سرنوشت ملت مشروعیت دوباره ندهند هایری در این نامه که نسخه از اون به دست خبرگزاری ها رسیده نوشته مردم دیگر بهتر میدانند قدرت حاکمه در جمهوری اسلامی رأی مردم را فقط به عنوان زینت مجالس حاکمیت استبداد دینی میخواهد و رئیس جمهور در ساختار تحت امرش تنها نقش تدارکاتچی برای اجرای عوامر را دارد این زندانی سیاسی با بیان روایت های از آزار و های خود و دیگر همبندیانش در زندان های جمهوری اسلامی و یادآوری روز جهانی منع شکنجه در تقویم سازمان ملل گفته مشی اصلاح طلبی سیاسی نتوانست این دستاورد را برای ما داشته باشد که دست کم مورد آزار قرار نگیریم او با گرامی داشتی یاد قربانیان در سالهای اخیر نوشته از خانمها و آقایانی که امروز پرچم شعار فریبنده برای ایران را دوباره در دست گرفتن خازعانه میخواهم با مردمان ستم دیده و آگاه این سرزمین صادق باشند و انتظار نداشته باشند آنها با مشارکت در انتصاب رئیس دولت جدید به قاسبان آزادی و حق تعیین سرنوشت این ملت مشروعیت مجدد بدهند حائری دوران محکومیت سه سال و هشت ماه حبس خود را در زندان قزلحصار کرج میگذراند تیر ماه سال گذشته به دلیل فعالیت‌های حقوق بشریش در ایام حبس با پرونده سازی دیگری مواجه و به سه ماه و یک روز حبس محکوم شد این زندانی سیاسی مهر 99 پس از تحمل حبس و اجرای حکم 74 ضربه از زندان تهران بزرگ آزاد شده بود و اسفند سال گذشته به دلیل نوشتن نامه های علیه مجازات اعدام انتخابات فرمایشی و نقض حق دادرسی منصفانه زندانیان با پرونده تازه مواجه شد و مدتی را در انفرادی گذراند هایری اکنون در نامش با طرح شرح اذیت و آزارها در سلول های انفرادی بازداشتگاه های نهات امنیتی گفته ده سال پیش در انفرادی دو علف سپای پاسداران به بازجو گفتم شما مگر از امامالی دم نمیزنید این آزار اذیت ها کجا از عدل علی نشان میدهد بازجو در پاسخ صادقانه و هولنا گفت او علی بود این زندانی سیاسی گفت که بازجو در ادامه گفته ما اگر میخواستیم چون او با مخالفین رفتار کنیم مثل حکومت او جمهوری اسلامی به پنج سال نمیرسید این زندانی سیاسی در ادامه با اشاره به اینکه هموسه بزرگ مردم در اسفند 402 و اردیبهشت 403 برای گیری حق تعیین سرنوشت چنان ستورگ محکم بود که آزادی منصوبان مجلس و خبرگان در ایران 85 میلیونی کمتر از یک سوم آرای کسانی بود که در ایران 36 میلیونی 44 سال پیش از یابی به مجلس اول بازماندند هایری با بیانی که سال 76 تا 96 این مردمان ستم دیده بودند که از سر ترس و سال با جد تغییر پای صندوق رای می رفتن تحکید کرد که حضور ها هیچ دستاوردی برای آرای بیشتر نداشته و این برای نخستین بار بود که ترس و استیسال را این بار نه مردم آگاه بلکه حاکمیت استبدادی تجربه کرد در روزهای گذشته بسیاری از دانشجویان و فرهنگیان بیانیه دادند و انتخابات را تحریم کردند خائری در نامش اش با اشاره به اینکه سازمان ملل حدود چهار دهه پیش کنوانسیون بینالمللی را برای مقابله با آزار و ها تصویب کرد گفته آن زمان که ما رأی اولی بودیم نمایندگانی را انتخاب کردیم که همچون این آقایان از ایجاد تغییرات و اصلاحات برای ایران دم میزدند و اتفاقا در آن مجلس پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون من آزار و اذیت به تصویب رسید آیا میدانید سرنوشت آن چه شد دو بار توسط شورای نگهبان رد شد و به مجمع تشخیص مسلحت منصوب رهبر فرستاده و آنجا برای همیشه بایگانی شد.